با سلام و درود خدمت هممیهنان گرامی، زنان و مردان ایران زمین، دختران و پسران کوشنده به جان، کارگران اعتصابی در سراسر کشور و همه مردمی که با گفتن نه به رژیم اسلامی و عدم حضور در انتصابات اون با بزرگترین بحران و چالش ها این رژیم اشغالگر فاشیستی اسلامی رو به بحران کشوندن. در آغاز برنامه امروز میخوام که یادی بکنم از یکی از عزیزان بسیار بزرگی که از دست دادم و به نوعی هم فامیل ما و هم بسیاری از دوستانی که میشناختند ایشون رو به عنوان که سمبول‌های طبقه کارگر، یک سندیکالیست، یک انسان شریف و کسی که حلال مشکلات مردم در منطقه و در اطراف خودش بود. یکی دو روز پیش، چند روز پیش، متاسفانه برای ما خبری آمد که یکی از دایی‌های من به نام آقای علی گلگزی، کارمند دیرین پای مرکز اصلاحات و بذر نباتات کشاورزی برامین، به علت اینکه پس از اینکه واکسن کرونای روسی رو زدند متاسفانه دچار سکته مغزی شدند و بعد از چند روز دیگر جان خودشون رو از دست دادند. ایشونی که از الگوهای زندگی من و امثال من بود در دوران نوجوانی و جوانی، مثل پدرم و دیگر دوستانشون که همسن و سال و هم دوره بودند و از بنیانگذاران سندیکاهای کارگری در کارخانه قند ورامین و حوزه‌های مربوط به شهر ری و اطراف تهران در بعد از مرداد 1332 که از اون سال تا کنون کماکان در راه آزادی، عدالت، انسانیت و گسترش آگاهی، مقابله با خرافات و دروغ‌گویی ها و مطالعه و کتابخوانی و آموزش زندگی مدرن و بهتر در بین مردمی که زندگی می‌کردند تلاش کردند. یاد علی گلگزی را گرامی می‌داریم. این مرد بزرگ، این سندیکالیست، این انسان آزاده و دادخواه، این انسان خوش اخلاق و خوش مرام که همه جوانان فامیل و دوست و آشنا، زن و مرد، دختر و پسر بسیاری او را پدر خودشون، پدر بزرگ خودشون می‌دانستند. امیدوارم که بذرهایی که ایشون کاشته ثمرهای خودش رو بیش از پیش بده و یاد این عزیزان مثل علی گلگزی از یاد تاریخ نرود. در برنامه امروز میپردازیم به ادامه بیداد کشتار ملا کرونا در ایران و ریزش نیروهای رژیم و درگیری‌های درونی آن که بیشتر شده بعد از شکست فاحشی که در انتصابات خوردند و همچنین این پیامدها در سطح جهان چه عکس العمل‌های رو داشته نسبت به برگماری رئیسی یا انتصاب رئیسی از سوی خامنه‌ای، سران سپاه و اون کسانی که در بیت خامنه‌ای تعیین کننده مسائل و مطالب هستند. در آخر که مهمتر از همه هست، نگاهی خواهیم کرد به اعتصابات کارگری و گسترش اونها در سطح ایران درست بعد از پیروزی مردم در رأی نه به جمهوری اسلامی و نه به انتصاباتش.
کماکان رژیم اسلامی که مردم ایران رو از 2 اسفند 1398 و از بعد از آبان 1398 عمدن با بحران وحشتناک ملا کرونا روبرو کرد و اون رو سعی کرد در سراسر کشور گسترده تر کنه، به خصوص در مناطق محروم، زحمتکشان، کسانی که دست به اطلاع رسانی ندارند، امکاناتی مثل همین موبایل و اینترنت رو ندارند و کماکان از اون موقع تا به حال صدها هزار ایرانی رو تومه مرگ کرده این رژیم و هیچ آمار دقیقی هم به هیچ کس نمیده و میدونیم که از جست گریخته هایی که از بیمارستان ها از بین خود کادرهای درمانی اخبارش آمده و مرگ و میر پزشکان و پرستاران زحمتکش و وظیفه شناس که در سطح جهان بسیار وحشتناک بوده. برخی از دوستان حتی آماری میدن که میگن این رژیم اعلام نمیکنه و این گورهای دست جمعی که همچنین مردم ایران رو در اونها دفن میکنند سر از میلیون زده با بالا و رژیم با این کشتار و با این بیرحمی عملا انتقام خودش رو داره از مردمی میگیره که از دیماه 96 فریاد زدن که جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم، دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا و مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای. و همین روزها هم صفهای وحشتناکی که به بهانه واکسن زدن این ملا کرونا هست که تازه خود اون واکسن هم زیره علامت سوال خیلی هاش هست و اصلا معلوم است چی به مردم تزریق میکنند، در مشهد، در تهران، در همه جا ویدیوها و عکسهایی از در هم ریختگی صف و به اصطلاح تجمعات وحشتناک مردم و در هم بودن مردم برای استفاده از واکسن ملا کرونا که رژیم درست کرده وجود داره و کماکان بیداد کشتار ملا کرونا به وسیله یکی از ابزار سرکوبگری رژیم و ترساندن مردم از کنار هم قرار گرفتن در دستهای این رژیم پلید است. در همین راستا داره اخباری میاد از اینکه چون احمدی نژاد علناً اعلام کرد رأی نمیدهد به هیچ کدوم از کاندیدا و اصلا رأی نخواهد داد و عملا در صف تحریمی ها قرار گرفت، از چند شب پیش در بین سران سپاه و بیت خامنه ای و بقیه تصمیم گیرندگان مفتخوری که با هم دیگه اون شبکه جنایت دیکتاتوری رو دارن رهبری میکنند به جنبندی رسیدن که احمدی نژاد رو هر طوری که هست کلکش رو بکنن. همچنین مشایی رو که در روستاهای دوردست همون شمال در همون منطقه مشا و رامسر زندگی میکنه و همچنین حمید بقایی که بعد از زندانهایی که بود و اعتصاب قضایی که کرد به چه شیوه هایی او رو هم روانی کردن و در بیمارستانی به دلیل بیماری روانی بستری شده و اینها میخوان اینها رو و عوامل اطراف و اینا و پایین تر از اینها رو هم به شکل بی سر و صدا کمان که تا حالا هزاران نفر رو از بین بردن از بین ببرن. خب پیامدهای نیب انتصابات رژیم که حتی زیر 5% در انتصابات رژیم شرکت کردند و این آمار الان با دقت داره از جاهای مختلف منتشر میشه، حتی بخش‌های بدنه وزارت کشور روحانی با انتشار اخبار و آمار مربوط به شوراهای شهر به شکل دقیق نشون داد که چه رسوایی هست، چون که در این آمار شورای شهر حتی زیر 5% از مردم به نماینده های شوراها در شهرستان ها و شهرها رأی ندادن. نمونه مثلا دختر قاسم سلیمانی رو در تهران وصل کردن تازه به لیست حکومتی ها و چقدر تبلیغ براش کردن، حتی 2500 رأی در تهران 10-12-15 میلیونی نیاوردن و از همینجا میشه ببینیم که چند درصد از مردم وقتی در انتصابات شوراها شرکت نکردند
که تازه قوم بازی و فامیل بازی و نمیدونم شاید امکاناتی به دستشون برسه از طریق فامیل بازی هاشون، پس عملا در انتصابات به اصطلاح ریاست جمهوری رژیم و برگماری حسن روحانی حتی میشه بگیم 2.5-3% هم هیچ رأی ندادن، حتی که یک آماری هم آمده که رأی به اصطلاح باطله با 7.200.000 که تازه حکومت اعلام میکنه بالاترین رأی هست و رأی رئیسی زیر 5 میلیون بوده یا حتی 5 میلیون به زور که 10 میلیون هم بهش اضافه کردن و حتی بیشتر که از رأی باطله لااقل کمتر نباشد. پیامد این آمار و اینکه ویدیوهایی که آمد هزاران هزار بیرون نشون داد مردم خالی گذاشتن مراکز رأی گیری رو از ساعتهای اول صبح تا آخر شب، هیچ تصویری ما نداریم از اون به اصطلاح ازدحام‌های گسترده که رژیم سازماندهی و مهندسی میکرد. خب اینو جهانیان هم میدونن، شبکه‌های جاسوسی هم که همشون نفوذ دارن در رژیم میشناسن، میدونن در سپاه، بیت رهبری، وزارت اونها. به همین دلیل به یک پیامد جهانی هم این برگماری ها و انتصاب رئیسی از سوی خامنه‌ای و سران سپاه هم داشته. این هم نتیجه چی شده؟ این شده که آمریکا 36 شبکه و وبسایت تلویزیونی جمهوری اسلامی رو، دومین هاشو توقیف کرد بنا به درخواستی که از سوی نهادهای بازرگانی و امنیتی آمریکا شد. وزارت دادگستری ایالات متحده این کار رو کرد، از جمله دومین هایی که بستن وبسایت های شبکه های خبری انگلیسی و عربی، پرس تی وی، العالم، الکوثر جمهوری اسلامی، المسیره وابسته به حوثی ها، المعلومه و چند وبسایت تلویزیونی عراقی متعلق به نیروهای تروریستی مثل هشت و وحشی، هشت و شعبی و بقیه این نیروهای رژیم. و خب یکی این پیامد بسیار اهمیت داشت که بلافاصله اتفاق افتاده، و دومیش این که در سطح سازمان ملل متحد کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از چشمانداز حقوق بشری تکان دهنده در ایران گفت، مخصوصا با روی کار آوردن کسی مثل رئیسی معلوم است که جنایت، جرم، ارعاب، تهدید، بازداشت خودسرانه و تعقیب‌های کیفری از جمله اعدام برای معترضان، فعالان مدنی، وکلا، کارگران و فعالان حقوق بشری گسترش پیدا خواهد کرد. و گزارش اخیری از نقض حقوق بشر در ایران به دبیر کل سازمان ملل ارائه شده، اون هم حاکی از چشم‌اندازهای حقوق بشری تکان دهنده‌ای برای مردم ایران از کلیه مذاهب، جنسیت و قومیت‌ها و طبقات اجتماعی هست. این گزارش رو خانم میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرده و درباره‌اش توضیح داده. علاوه بر اینها کنفدراسیون یا فدراسیون جهانی ایندستریال که مربوط به کارگران بخش صنعتی است، با بیش از 50 میلیون عضو حمایت بی‌دریغ خودش رو از اعتصابات و گسترش اعتصابات صنعتی در بخش‌های نفت، پتروشیمی، گاز و پس از اون سیمان سپاهان و بخش‌های فولاد در کرمان و خوزستان و آذربایجان که در حال گسترش این اعتصاب‌ها هست اعلام کردند. و گزارش این اعتصابات رو برای مرکزهای WFTU و ITUC، اتحادیه های جهانی بین المللی که زیر مجموعه های ILO سازمان جهانی کار هستند، فرستادند. خب تا اینجا کار ببینیم رژیم تمام عرصه ها رو باخته. و جالب این هستش که بلا فاصله بعد از اینکه به اصطلاح رژیم شکست فاحشش رو در 28 خرداد خورد و همه کارگران که خودشون در انتصابات شرکت نکردن، دیدن بخش‌های بزرگ جامعه شرکت نکردن،
با روحیه بالا از 29 خرداد اعتصابات پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، نیروگاه ها و بخش های دیگه صنعتی رو آغاز کردند. تا کنون بیش از 30,000 کارگر بخش های صنعتی، پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه ها و همچنین پیمانکاری ها، شرکت های پایپینگ و بخش های دیگر پروژه‌ای و حتی کارمندا و کارگرای رسمی شرکت نفت در پالایشگاه آبادان و تهران هم به اعتصابات پیوستند. چند سال گذشته این اعتصابات رو به شکل پراکنده انجام میدادند و این بار خوشبختانه در بخش‌های زیادی از پالایشگاه ها، نیروگاه ها و پتروشیمی و حتی قبل از این اعتصابات در بخش‌های آب و فاضلاب در شهرهای مختلف شروع شده بود این به اصطلاح اعتراضات، داره دامنه خودش رو به دیگر بخش‌های صنعتی و کار می‌کشه. امیدواریم که بازار و بخش حمل و نقل به خصوص سازمان‌های اتوبوسرانی که و سندیکاها و اتحادیه‌های بازنشستگانی که تاکنون از این اعتصاب اعلام حمایت کردن، خودشون هم گفتمان اعتصاب رو مطرح کنند و گفتمان اعتصاب به یک گفتمان سراسری در ایران تبدیل بشه، روی دیوارها نوشته بشه، روی برچسب‌ها زده بشه، روی صندلی‌های اتوبوس‌ها، مکان‌های عمومی و هر جایی که قابل دیدن هست کلمه اعتصاب جای خودش رو پیدا کنه و به تدریج به گفتمان عمومی پس از نهی به انتصابات در راه برکناری رژیم اسلامی قرار بگیری که کم هزینه ترین و مؤثرترین ابزار هست اعتصابات، که همه معلم ها، بازنشسته ها، کارگر ها، بخش های صنعتی، حمل و نقل، پتروشیمی، خودروسازی ها، صنایع جمع خودروسازی ها و همه اینا وقتی به هم بپیوندن تبدیل میشه به نیرویی که رژیم رو خود به خود با این وضعیت اقتصادی در هم ریخته، وضعیت سیاسی که در آغاز برنامه گفتیم به جون هم افتادن جناح داخل رژیم و اینکه خانواده های جانبخشان آبان 98 هم در حمایت از اعتصابات سراسری بیانیه صادر کردن و پشتیبانی خودشون رو اعلام کردن، طوری که ما و فرزندان ما، عزیزان ما در آبان 98 در کنار یکدیگر در خیابان‌ها برای حقمان فریاد زدیم، این بار کارگران امتداد صدای آبان شدند و این صدا صدای همه ما فرودستان، مزدگیران، کارگران و زحمتکشان ایران هست و از همه مردم ایران، همه شغل‌های ایران، همه قومیت‌ها، زنان به خصوص دختران و هر کسی که به نوعی شغلی داره درخواست کردن به این اعتصابات سراسری کارگران نفت، گاز و پتروشیمی بپیوندن. و خوشبختانه اگه ما بتونیم گفتمان اعتصاب ها رو تبدیل به گفتمان عمومی و ملی ایرانیان کنیم، مطمئنن کار رژیم با چالش های سنگین تری روبرو میشه، کما اینکه همکنون در بسیاری از نشریات آلمانی، فرانسوی، آمریکایی مطرح میشه، مثل واشنگتن پست و حتی از سوی وزیر خارجه آلمان و بسیاری از نمایندگان و سناتورهای آمریکایی و حتی فرانسوی، که نشون میده مثلا تیتری زده واشنگتن پست که رئیسی یکی از بی‌آبروترین قاتلان در رژیم ایران است و به قول بسیاری از مردمان ایران و جهان میگوید که تغییر رژیم باید توسط خود ایرانیان صورت بگیرد و اینکه این رژیم مجبور شده جنایتکاری مثل رئیسی رو بر سر کار بیاره، بیانگر اینه که راهی برای نجات خودش به جز سرکوب و ترس و النصر به رب نمیبیند و این وحشت در درون او ادامه دارد. و اینجاست که به هم پیوستن اعتصابات سراسری و سراسری و ملی شدن اونها و ادامه این افشاگری های جهانی و پذیرش دولت های جهان از اینکه رژیم اسلامی یک رژیم سرکوبگر، غیر اسلام پذیر
و در جستجوی بمب اتمی و به خطر انداختن امنیت تمام جهان هست، این پروژه رژیم رو منهدم کنه و به زیر بکشه. با توجه به این اخبار و این گزارش ها، از درون زندان هم مقاومت ها همینطور در حال افزایش است. علاوه بر نامه هایی که از درون زندان زندانیان سیاسی فرستادند که تحریم رژیم رو، تحریم انتصابات رژیم رو پشتیبانی کردند و همراه مردم و پیشاپیش مردم حرکت کردند، بسیاری از کارگران مثل بوسحاق گرامی لبهای خودشون رو دوختن در همین چند روز گذشته به عنوان اعتصاب قضا، چرا که رژیم بعد از اینکه دید در بخشای پتروشیمی و پالایشگاهی و نفت خوزستان به خصوص داره گسترش پیدا میکنه و ماهشهر و احتمالاً خرمشهر هم پتروشیمی‌هاشون پیوستن به این حرکت اعتراضی سراسری، جلوی ورود این عزیزان رو مثل آقای برساق رو گرفتند به محل کارش و او هم در اعتراض به این کار این لبدوختگی رو انجام داد. همچنین از درون زندان تداوم بازجویی و بازداشت پیام شکیبا رو داریم. در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بند 209 همچنین وخامت حال آرمان فرهمند، نوجوان 17 سال که در پنجمین روز اعتصاب قضا با لبهای دوخته خودش وارد شده و زیر فشارهای رژیم اسلامی مجبور به لب دوختن شده است. همچنین گزارشی داریم از مشهد که توسط خانم سپهری این گزارش منتشر شد، خواهر یکی از زندانیان سیاسی و معلمان شجاعی که در منطقه خراسان در زندان وکیل‌آباد مشهد هستند، که آقای محمد حسین سپهری و کمال جعفری یزدی که در زندان وکیل‌آباد مشهد متاسفانه به دلیل حق‌طلبی و امضای بیانیه 14 نفر در برکناری خامنه‌ای، برکناری رژیم اسلامی و رفراندوم برای یک رژیم آزاد و دموکراتیک رو مطرح کردن در کنار ده‌ها تن دیگر از این دلاوران، این عزیزان رو هم در زندان مورد آزار، کتک زدن، شکنجه و جلوگیری از ملاقات با خانواده و دسترسی به تلفن برای تماس با خانواده قرار دادند که خانم فاطمه سپهری در ویدیویی مفصلا اینها رو مطرح کرد. محمد حسین سپهری و عبدالرسول مرتضوی هر دوتا در بخش فرهنگی آموزش و پرورش و آگاهی بخشی به جوانان ایران زندگی کنند. در انتهای برنامه هستیم. خبرها اینقدر زیاد هست که واقعا بعضی وقتا کنترل زمانم از دست میدم. من به هر حال مثل همیشه این اعتصابات اعتراضات در حال گسترش است. ما باید با اتحاد و همبستگی و مبارزه برای پیروزی تا رسیدن به آزادی و عدالت با دست‌های پاک زنان و مردان ایران زمین، کارگران و زحمتکشان و معلمان و اعتصابیون بتونیم این کار دشوار رو به نتیجه برسونیم. بدرود.